فرودگاهی ترکمنستان به کتاب گینس درآورده شد. داوطلبان تاجیک من بعد آیدی شخصیت رحمان انشا می نویسند. در روسیه می خواهند شماره مهاجران مهنتی را اختصار نمایند. در تاجیکستان کارمندان میلیسه امام خطیب را برای تهمت کردن نسبت ساکن محلی مجبور نمودند. سنه 26 فوریه سال جاری رئیس جمهور ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف در مراسم کشاده شوی فرودگاه بین الخلقی در مرکز معموری ولایت لیباپی ترکمن آباد اشتراک ورزید. در مراسم کشاده شوی فرودگاه نو جانشینان رئیسی دیوان وزیران، راهبران ساختارهای مقامات قدرتی و حفظ حقوق، وزارت اداره ها، نمایندگان تشکیلات های جمعیتی، وسایط اخبار عامه داخلی و خارجی، سفیران دولت های خارجی در ترکمنستان، حاکمان ولایت ها و شهر اشقاباد، اینچنین اهالی محلی اشتراک ورزیدند. در معرکه مذکور مهمانان خارجی با سخنرانی برآمد نمودند، از آن جمله نماینده کتاب رکوردهای گینس تکنولوژی بودن فرودگاه نو را قید نمود. خصوصا نگاه از بالا به ترمینال مسافرکشی جالب دقت می باشد، زیرا آن با شکل اختر ساخته شده است. به مناسبت این به رئیس خدمات ترکمن هوایی‌الاری سرتیفیکت کتاب رکوردهای گینس سپرده شد که رسما به همتا بودن تصویری معماری ترمینال مسافرکشی فرودگاه ترکمن آباد را تصدیق می نماید. اوبیکت های نوی فرودگاه با مساحت زیاده 600 گکتر زمین پهن شده است. بنای ترمینال مسافرکشی باشد 37000 متر مربع را تشکیل می دهد. یاد رس می کنیم که این زمان مردم ترکمنستان با مشکلات مهم اقتصادی روبرو گشته است. نرخ و نوای محصولات های خوراکواری با سرعت تیز بلند شدند. در میانه های سال گذشته حکومت با مقصد صرفه‌کاری امتیازهایی که در استفاده بردن گاز، قوه برق، آب نوشاکی و غیره وجود داشت بیکار نمود. این چنین کمچینی آرد و دیگر محصولات های ضروری دیده می شود. ولی رژیم بردی محمدوف باشد جواباً به این چاره های قطعی زیادتی آرد را از اهالی مصادره نمودن، محدود نمودن فروش آرد یا به طور قطعی باطلان فروختن آرد را جاری می نماید. از داوطلبان تاجیک من بعد نوشتن اسه با زبان تاجیکی طلب کرده می شود. در این خصوص کارمند وزارت معارف و علمی تاجیکستان اطلاع می دهد. داوطلبان می توانند از 60 یک موضوع اختیاری را که از جانب هیئت وزارت مقرر شده است انتخاب نمایند، از جمله پیشوای ملت، حامی ملت یا اینکه ما پیروان پیشوای ملت. در رویخط موضوع های دیگر نیز به مانندی من آریایی ام و از این فخر میکنم، لباس ملی رمز مدنیت ملی است، به تنظیم ضروری رسم و آیین ها منفعت است برای زندگی. اطلاع داد کارمندی وزارت معارف. تکلیفی نوشتن اسه با زبان تاجیکی ماه سپتامبر سال 2015 روز دانش در دانشگاه شهری کولاب از جانب امام علی رحمان پیشکش کرده شد که به او رسما مقام اساس گذار صلح و وحدت پیشوای ملت مقرر کرده شده است. اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت همچون باید قید نمود که چنین تغییرات ها در برنامه های تحصیلاتی که از طرف رژیم رحمان درآورده می شود باری اولین نیست. تغییرات های مذکور با مقصد جاری نمودن ایده های سکولاریستی در ذهن های نسل نورست و تربیه نمودن جوانان بر روحیه وطن دوستی، ملت پرستی و شخص پرستی درآورده می شود. تاجیکستان نسبت پرزیدنت خودشان همین طور سال 2016 منصبداران به رژیم تابع بوده به خاطر راضی نمودن رئیس جمهور علکی در بعضی دانشگاه های تاجیکستان فن نو با نام امام علی رحمان معماری دولت نوی تاجیکان را جاری نمودند. از سال 2017 شروع نموده در تحصیلگاه های میانه عمومی فن نو با نام سرقانون درآورده شد. اینچنین منصبداران و دیپلمات های آینده را با آموختن فنی مکتب دولتداری امام علی رحمان مجبور می نمایند. به این خاطر که من 10 جلد مقاله های رهبر دولت
طبقی اطلاع اینترفاکس جانشینی سروازیری روسیه اولگا گالودیت بیانات اظهار نموده است که شماره مهاجران مهنتی را در بازار مهنتی اختصار باید کرد. حکومت عزم نموده است که با مرور زمان قوای کاری خارجی را محدود بسازد. با گفته گالودیت در سال 2015 شماره مهاجرانی که در ساحه مسافرکشی کار و فعالیت میکردند از 50% به 28% و در ساحه تجارت از 25% به 15% کاهش یافته است. ماه نوامبر سال 2017 حکومت روسیه کوتا برای زیستن موقتی مهاجران را در سال 2018 به مقدار 90,360 اجازت مقرر نموده بود که این به 19,800 اجازت نسبت به سال گذشته کم می باشد. کمی پیش وزارت مهنت به مقدار 140,423 اجازت برای کار و فعالیت تکلیف کرده بود. این نسبت به سال 2017 20% کم می باشد. چطوری که رادیو آزادی اطلاع می دهد، کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه رشت جمهوری تاجیکستان امام مسجد دهه یشم فتح الله نظریف را مجبور نمودند که مکتوبی مخصوص نوشته شده را که در آن گویا خدا یاروف با حرکت اسلامی سلفیه ارتباط دارد خبر داده شده است امضا نماید. جنید الله خدا یاروف یکی از فعالترین استفاده برندگان سامانه اجتماعی فیسبوک سنه 22 ینوری سال جاری از طرف کارمندان میلیسه با عیب ارتباط داشتن به حرکت اسلامی سلفیه دستگیر کرده شد. عین زمان در سیزای ناحیه فردوسی شهر دوشنبه قرار دارد. نسبت خدایاروف با قسم دوی ماده 307 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان اشتراک کردن در تشکیلات اکستریمیستی پرونده جنایی آغاز گردید. سنه 2 مرد در همصحبت با رادیو آزادی امام مسجد فتح الله نظریف ابراز نمود که 2 ماه پیش او را به شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه رشت دعوت نمودند. یکی از کارمندان میلیسه حکومت ذوالفقار سعیدویچ مرا به اتاق درآورد. دیگر کارمند میلیسه باشد به طور دغلانه از من طلب نمود که بیانات را امضا گذارم. اگر امضایت را نگذاری خودت را در سلفیگی متهم کرده ریشت را میتراشیم و پشت پنجره رای میکنیم. به طور دغلانه تهدید نمود افسر میلیسه. من ترسیدم و راضی شدم در پایان بیانات امضای خود را گذارم. در حقیقت جنید الله خدایاروف به حرکت سلفیه ارتباطی ندارد و پیروی مذهبی ابو حنیفه می باشد. من حاضرم که به خطای صادر کرده ام قائل شوم، گفت فتح الله نظریف. فرهاد خدایاروف برادر جنید الله در همصحبت با رادیوی آزادی گفت که برادرش با حرکت سلفیه علاقه داشتنش را انکار می کند. چی طوری که او میگوید جنید الله در صحیفه سامانه فیسبوکی خود زود زود آیدی معماهای ناحیه رشت می نویست. در یکی از نشریه های او خاصتاً گفته شده است که در ناحیه رشت به قرار آمدند که با راه جمع‌آوری چارمغز، خوچ، آهنپاره، قرض کلان اجاره ادبیات های مکتبی را گردانند. خدایاروف کارکنان انداز و دیرکتوری کان محلی انگیشت را تنقید می نمود. میگوید فرهاد خدایاروف. یادرس میکنیم که تاجیکستان کشور یگانه میباشد که در آن حرکت اسلامی سلفیه در سطح دولتی ممنوع شده است. متخصصان میگویند که سلفیزم این سیستم نظرها یکی از مذهبها جریان در اسلام بوده، داخل نمودن این حرکت به صف حرکت های اسلامی که فعالیت سیاسی و ثقافی میبرند درست نیست. مجازر المسلمین فی فلسطین و فی الشام و فی کل بلاد المسلمین و یصمتون